سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه و امیدوارم روز و روزگار بر شما به قول معروف روز و ایام به کامتون باشه. ببخشید که با چند دقیقه تأخیر خدمت شما رسیدم و بعد از 2 ماه از برنامه بیزینس پلن لیدر ریستارت من در این شدم، خیلی صبر کردم که ببینم از نوابق عالم امکان کسی هست که در مورد در واقع بیزینس پلن صحبت کنه و این موضوع رو باز کنه، اما دیدم که خیر و متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خب این لایو رو من مدت هاست که آماده کرده بودم و میخواستم که برم، اما متاسفانه عقل و دل هی ساز میکردیم و این با همدیگه جور در نمیم. درود بر همه دوستان و عزیزان و امیدوارم که هر جا هستید سالم باشید. امروز میخوام چند تا مطلب رو با همدیگه باز کنیم در مورد در واقع بیزینس پلن و اینکه بیزینس پلن چیست. من قبلش برای اینکه یک بریفینگی به شما بدم و اولا عذرخواهی کنم بابت اینکه من خیلی دیر لایو میرم و در واقع هر جا که کس هست یک حرف بس است. وقتی لیدر ریستارت داره برنامه ها رو میده و انفورمیشن داره میده و موشن ها رو داریم میبینیم، خب نباید زیاد صحبت کرد و به همین خاطر تو این مدت من بیشتر توی کلاب هاوس فعال بودم و این فضا در واقع اونجا میدیدیم که دارن چی کار میکنن. دیشب هم اتفاقا یه رومی بود که توی اون روم در واقع میگفتن سپاه داره از آقای خاتمی درخواست میکنه که بیاد وسط میدون. این به قول من جمع‌بندی رو خدمت شما دارم عرض میکنم تا برسیم سر اصل موضوعی که امروز مزاحم اوقاتتون شدم و امیدوارم که بتونیم با همدیگه یه صحبتی رو بکنیم. در مورد بیزینس پلان خدمت شما بگم. ببینید، یک برنامه بسیار با اهمیت و بسیار مهم از نون شب بر همه واجب تر که این برنامه رو باید ببینن و همه مردم ایران باید از این برنامه اطلاع پیدا کنن. برنامه‌ای که لیدر ریستارت 3 مهر ماه اول این به قول معروف اختشاشات و این تظاهراتی که الان وجود داره، با اینکه شرایطی که همه ماها غمگینیم، یعنی ریستارتی ها اصولا از ریخته شدن خون انسان ها، حیوانات و گیاهان غمی به دلشون میفته که این غم خیلی دردناکه و جبران ناپذیر حداقل به لحاظ روحی. اما این دوستان اومدن و در واقع یه سری کارا رو انجام دادن و به فرموده مولانا کدو رو ندیدن و خیلی کارا شروع کردن انجام دادن. متاسفانه اینجا فقط جون مردم ماه که داره ریخته میشه. خدمت شما بگم که بنده در حدود 1800 ساعت آموزش طراحی کسب و کار رو در واقع توی رزومه خودم دارم و بیش از 10,000 نفر رو توی مدت 1 سال خورده 2 سالی که توی این زمینه فعال بودم در واقع ما آموزش دادیم. و باید بگم که مهمترین چیزی که الان در حال حاضر وجود داره همین بحث بیزینس پلن هست و اینکه واقعا به کجا میخواییم بریم. و توی حالا برنامه هایی که هستش و صحبت هایی که میشه خیلی از دوستان میگن که آقا میگیم مردم باید خرد داشته باشن، اما این خرد مردم یعنی چی؟ بریم 4,000 جلد کتاب بخونیم، بریم 100,000 نمیدونم صفحه بخونیم، همه رو دنبال کنیم؟ نه، اصلا لازم نیست. یه سوال خیلی ساده است، امروزیش دانشگاهیش میشه چیستی، چرایی، چگونگی. لیدر خیلی ساده تر قشنگ تر گفت
از کجا اومده، آمدنش بهره چه بود، به کجا میره. کل فلسفه همینه. برای اینکه برسیم به بیزینس پلن، خدمت شما باید چند تا چیز رو مطرح کنم. این جریانی که الان در حال حاضر هست به چند دلیل ابتره. یک، پلن نداره و بیزینس پلن نداره. دو، لیدر نداره. و از همه چیز سوم، نیروهایی که بتونن حرف لیدر رو گوش کنن در حال حاضر موجود نیست. نتیجه ریخته شدن، طبق آماری که من امروز گرفتم، نزدیک 500 کشته و هزاران هزار نفر که دستگیر شدن و میبینین هر روز یه اتفاقی میفته و نهایتش به هیچ جایی نمیرسیم. صد رحمت به پتومت. یعنی اگر پتومت میخواستن انقلاب کنن، حتما این انقلاب رو در واقع برنامه دیدید که پتومت حداقل یه نقشه‌ای میکشن، ولی این نقشه هم حداقل وجود نداره. و انقدر این عزیزانی که همه هم دانشمند، همه هم ماشاءالله هزار ماشاءالله در سطح عالی تحصیلات، ولی وقتی بهشون میگی که آقا سیاست چیزی جز برنامه ریزی نیست، همشون میگن که نه عزیز من، این حرفا چیه؟ تو نمیتونی در مورد سیاست اصلا برنامه ریزی کنی. و خیلی جالبه که به همین راحتی صورت مسئله رو پاک میکنن، نه اینکه مسئله رو مطرح یا حلش کنن. در موضوعات پرابلم سالوینگ یا حل مسئله روش هایی وجود داره. من قبلا به شما چند تا قول داده بودم، دوستان و هم قطاریه عزیزم، و قولایی که داده بودم اینه که در مورد نحوه تفکر و اینکه تفاوت این تفکرها چیه، تفکر نقاد چیه، تفکر خلاق چیه، تفکر سیستمی چیه، تفکر استراتژیک چیه، و تفکر خردمندانه یا حکمت، سیج یا حکیمانه چیست. و اینا رو من میخواستم خدمت شما بدم. اینا در واقع قولاییه که ایشالله اگه فرصت بشه و عمری باقی باشه حتما در خدمت شما خواهم بود. قبلش یه ذره درد دل کنم با شما که در حال حاضر در شرایط فعلی متاسفانه یاری اندر کس نمیبینم. یاران را چه شد؟ مردند از بیم نامداران، سواران را چه شد؟ جز صدای جغت ها چیزی نمی آید به گوش، قمریان آخر کجا رفتن، ساران را چه شد؟ اما بریم سراغ بحثی که امروز میخواییم با همدیگه داشته باشیم. اگه فرصت شد من این لایو رو تمام میکنم، تو لایو دوم من در خدمت شما عزیزان خواهم بود و با همدیگه گفت و گفتی خواهیم زد. ببینید، اول از همه ما باید ببینیم که چند تا موضوع، چند تا کانسپت. یکیش کارآفرینیه. خب موضوع کارآفرینی فقط این نیستش که اشتغال ایجاد بشه، باید یک بیزینس مدلی، یک فردی بیاد و یک کار رو انجام بده. آدمی که کارآفرینه، مثلا ترامپ یه کارآفرینه، مثلا خیلی کسای دیگه کارآفرین هایی هستن که دارن یک بیزینسی رو راه میندازن. شما در مورد یک کارآفرین یه سری مشخصات باید داشته باشه. یکیش اینه که باید لیدرشپ بلد باشه، باید رهبری کردن بلد باشه. و در واقع تو تعاریفی که در مورد کارآفرینی وجود داره اینه که طرف باید متعهد باشه و اون فرد باید متعهد باشه که مخاطرات رو بپذیره و طرحی رو ارائه بده که بتونه این کار رو انجام بده و به منصه ظهور بذاره. اما ببینیم این مشخصات این فرد چیست و اصلا این موضوع چگونه است. یعنی یک لیدر باید چه مشخصاتی داشته باشه و یک کارآفرین که لیدرشپ بلد باشه. لیدر باید اعتماد به نفس داشته باشه و بتونه خلق ارزش‌های نو بکنه. یعنی باید ارزش‌های نو رو به وجود بیاره. در ادامه توضیح خواهم داد که ارزش چیه و خلق یعنی چی و هر کدوم از واژه‌ها چه فوتونی پشتش خوابیده. لیدر کسی که بتونه از منابعی که وجود داره، از آن چیزی که هست، نه چیز اضافه تری، منابع در اینا رو در خدمت تولید یا خدماتی که میخواد ارائه بده بتونه ازش استفاده کنه. کارآفرین یا لیدر ریسک پذیره و خودباوره. کارآفرین یا لیدر پشت کار داره. کارآفرین یا لیدر بهره‌وره. لیدر اثر بخشه. لیدر کارایی داره. لیدر یک کارکرد جمعی رو تولید میکنه و
تنوع همیشگی داره، همیشه خلاقانه داره رفتار میکنه در راستای اهدافش، در راستای استراتژی پلنش. تمام این مطالب شاید بگم این مثلا در حدود یه دوره‌ای هستش که شاید مثلا 4 روز این دوره کارگاهی انجام بشه تا بتونیم بفهمیم بیزینس پلن چیه، لیدر چیه و چجوری انجام میشه. و اینو من میخوام خلاصش کنم تو 1 ساعت. اگر یه سری چیزا میز شد به بزرگی خودتون ببخشید. میز شدم یعنی اینکه از قلم افتاد. لیدر باید منبع پایان ناپذیر رشد و توسعه داشته باشه، ارتباط مؤثر داشته باشه. لیدر همیشه یک انگیزه قوی برای همیشه در تاپ بودن رو داره، همیشه در بالاترین سطح ممکن قرار گرفتن و اول بودن رو داره. لیدر یک فلسفه زندگی برای افراد ایجاد میکنه و همیشه میخواد که همه، نه خودش، همه با هم موفق بشن. و به هر روی از موفقیت بقیه لیدر موفق میشه. یه لایوی رو رفته بودیم در مورد لیدرشپ و متاسفانه سیو نشد، حالا اگه فرصت شد دوباره تکرارش میکنیم. لیدر همیشه فرصتها رو شناسایی میکنه و اینا رو تبدیل میکنه به قوتش و قدرتش. اما لیدر هوشمندتر کسیه که طوری پلن رو میچینه که از تهدیدهایی که داره میشه نه تنها فرصت میسازه، بلکه تبدیلش میکنه به قدرت خودش و تبدیلش میکنه به نقطه قوت خودش. حالا در به قول معروف بحثای ادبی و فلسفی و اینا میگن طوری در واقع پلن رو میچینه که هر مکری رو که شما میکنید یک کاری کرده که بر علیه خودتونه. علتش چیه؟ علتش به خاطر اینه که صادقانه رفتار میکنه. علتش به خاطر اینه که مستقیم الخط یک نواخت داره برنامه یه ارائه میده که در واقع به صورت صادقانه بتونه عمل کنه و بتونه رفتار کنه. پس چون رفتارش صادقانه هست، بقیه در واقع از دروغ اونها استفاده میکنه و این دروغی که اونها دارن میگن رو میگه خب شما اینو گفتید، کار خاصی انجام نمیده. رندی و خردمندی لیدر که اینجا خودش نمایش میده. اما برگردیم سراغ بحث اصلی ما. در مورد کارآفرینی یکی از بزرگترین نظریه فرزادازانش در واقع جوزف شومپیتر هست که میگه نیروی اصلی محرکه در واقع جامعه و اقتصاد جامعه همین بحث کارآفرینی است و نیازمند لیدرشیپه. و شما میتونید در واقع گشایش بازار، گشایش راه‌های نو، طرحی نو در اندازید و بتونید این کارا رو انجام بدید. کارآفرینی و در واقع لیدرشیپ ایجاد یک سازگاری و هماهنگی با شرایط موجود بازاره و من بتونم از این آن چیزی رو که مد نظر خودم هست رو در واقع به دست بیارم. باید هدف داشته باشم. برای این موضوع من دوباره برمیگردم به در واقع اون 5P که بارها برای شما توضیح دادم. هر پدیده انسانی، رندال شولر میگه هر پدیده انسانی دارای 5P و این به صورت کسکیدینگ یعنی آبشاریه. از فلسفه شروع میشه، بعدم تیک خواهیم زد. از فلسفه شروع میشه، بعد سیاست، بعد پلن، بعد تمرین یا پرکتیس و در نهایت پروگرامینگ برنامه اجرایی. خب حالا اینا رو عرض کردم خدمتتون. بعد ببینیم کارآفرین یا کسی که میخواد در واقع یه بیزینس پلن رو درست کنیم، ماها بخوایم بیزینس پلن رو درست کنیم، بعد چیکار کنیم. برگردم به صحبت‌های لیدر. شما اگه بخوای بری پیش بزرگترین آدم دنیا توی مثلا انگلستان، آقایی هست به نام آلن شوگر و کارآفرینای دیگه هستن که میری اونجا بیزینس پلنتو، استارتاپ ویکندایی هستش که میری بیزینس پلنتو میذاری و اونها به صورت اکسلراتور میان روی بیزینس پلنتو سرمایه گذاری میکنن. اما اگه من همینجوری بگم من یه ایده ای دارم، مثلا ایده من چیه؟ ایده من اینه که آقا به جای اینکه در تولید کنیم از دیوار رد بشیم، دیگه خونه ها در نداشته باشن، آقا از دیوار رد بشیم. خب یه ایده است دیگه، یه مدل فکر کردنه و یه ایده ای که همه میگن آقا تا حالا نبوده، عجب ایده قشنگیه. این ایده چقدر عملیه و چقدر اجراییه و من فقط ایدمو بردارم ببرم بدم آقا به جای اینکه از در بسازیم از دیوار رد بشیم، این ایده
طرف میگه خب بگو ببینم چه جوری میخوای انجام بده. خیلی خوبه، باری کلا فکرت قشنگه، اما چه جوری میتونی انجام بدی؟ چی کار میخوای بکنی؟ پلنت رو بذار رو میز، من ببینم دقیقاً داری منظورت چیه، و آیا همون درها باشه، اسم درها رو بذاریم دیوار، یا اینکه نه اصلا یه کانسپت دیگه ای رو تو دنبالشی، آیا مثلا دیوارهای ژله‌ای درست کنیم که آدما بتونن برن توش، یا خیلی چیزای دیگه. پس نگاه کنی وقتی قرار باشه ذهن خلاق باشه، اینا باید بیساش چیده بشه. اما برای اینکه من بتونم یه کسب و کار رو راه اندازی کنم و یه بیزینس پلن رو بدم، نیازمند اینم که اول مایند مپم رو بچینم. یعنی همین مثالی که الان خدمت شما زدم، من باید بتونم دونه دونه این فکرم و این ایدهی که تو ذهنم رو دونه دونه بیارم، ببینم چه افکت هایی، چه چیزهایی تأثیر گذارم. وقتی مایند مپ من کامل شد و من فهمیدم که قراره چه کار کنم، به این مرحله میگن بیزینس مدل. یعنی من باید یک مدلی داشته باشم برای بیزینس خودم. این مدل شامل خیلی موارد میشه که باید مثلا دوباره بریم یه بار دیگه دوباره برگردیم، یه مرور کنیم، ریکاپ کنیم. ویژگی های رهبر و اون فرد: مسئولیت پذیر، اقتصادی بودن، خطرپذیر بودن، ایجاد ارزش های نوآورانه و به قول معروف اعتماد به نفس، استقلال در تصمیم، عملگرا بودن، سازماندهی، داوطلبانه بودن فعالیت‌ها، الزام آور بودنش، خلاق بودن، خوشبین بودن، نوآور بودن، فرصت شناس بودن، پشت کار داشتن و آنچه خوبان همه دارن لیدر ما داره. و شما میتونید ببینید تک تک این واژه‌ها در مورد سید محمد حسینی لیدر محترم ریستارت در واقع کار میکنه. اما این مدلی که به شما گفتم به نام بیزینس مدل، ما چند تا مدل داریم. وقتی میخوایم مدل کسب و کار درست کنیم، سه تا بخش رو باید در نظر بگیریم. یک، چه مدلی برای مشتریانمون داریم. حالا مشتری خودش یه کانسپتیه که باید پیدا کنیم. چه مدل ارزشی داریم، ارزش تعریفشی که باید انجام بدیم، و مدل در واقع کسب و کارمون و مدلی که در واقع این بیزینس مدل ما داره فعالیت میکنه و اونجا داره چه اتفاقی. بعد از اینکه من مایند مپمو کشیدم، نیازمند اینم که یک ویژن برای خودم بذارم. ویژن یعنی چشم انداز. در اون ویژن من میام به مراحل پایین ترش نگاه میکنم، میشه میژن، یعنی مأموریت من چی. و بعد از اینکه مأموریت خودم رو مشخص کردم، بیزینس پلن خودم رو در واقع طی اون میژن یا ویژن که اهداف من هستش رو طراحی میکنم و شروع میکنم استراتژی ها یا راهبرد های رسیدن به اون هدف و اون ویژن رو طراحی و تنظیم کرد. در مراحل اجراییش، اون تاکتیکی که اول به شما گفتم و اون پروگرامینگ، توی اونجا میشه بحث های تاکتیکی و تکنیکی که به صورت کلی انجام میشه. اما وقتی که میخوایم در مورد بیزینس پلن با صحبت کنیم، پس نیازمند چند تا چیزه. یک، هدف چیست؟ هدف گذاری باید مشخص بشه. در آینده به کجا خواهیم رسید؟ یعنی چیست، چرا، چگونه، و این چگونگیش و این چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته باید کاملا واضح و مشخص باشه. توی تعاریف وقتی چشم اندازا رو میذارن، مثلا میگه من 10 سال دیگه قرار اینجا باشم. مثلا من یه کمپانی رو اندازی میکنم که 10 سال دیگه من قرار درآمد مثلا 1 میلیارد دلاری داشته باشم، 1 میلیون دلاری داشته باشم. و وقتی هدف گذاری میشه، هدف گذاری باید کاملا اسمارت باشه. اسمارت مخفف چیه؟ اسمارت شورت باشه، میجربل باشه، ریزنبل باشه، تایم اسمارت ایش میشه، فکر کنم ایم هدف داشته باشه، و تایم یعنی باید حتما زمان بندی داشته باشه. و وقتی که زمان بندی، تایم و همه اینا قابل اندازه‌گیری بودن، منطقی بودن و همه اینا رو داشته باشه و به قول معروف شورت باشه، اون موقع میتونیم بگیم که این هدف گذاری اسمارت و من میتونم گام بردارم و برسم بهش. خب در مورد مدل کسب و کار یا بیزنس پلن و بیزنس مدل در واقع چند تا رویکرد داریم. یه رویکرد بازار محور داریم، یک رویکرد خلاقیت محور داریم، یه رویکرد شبکه‌ای داریم که همکاری محوره و من میتونم این کار رو انجام بدم. ما فعلا داریم در مورد بیزینس پلن صحبت میکنیم. در هاف تایم در واقع دوم
این لایو توی 30 دقیقه آخر من در واقع این بیزینس پلن و بیزینس مدل رو توضیح میدم که اپوزیسیون ریستارت کجاست و داره چی کار میکنه و آیا وقتی که لیدر ریستارت میگه آقا بیزینس پلن ما داریم یعنی چی؟ یعنی در واقع داره چه چیزایی میگه؟ همه این مواردی که الان به شما گفتم رو باید ببینیم و باید شناسایی کنیم. درود بر همه دوستان و جناب قنبر عزیزم به جمع ما پیوستن، انشالله بتونیم در خدمتشون باشیم در لایو بعدی که هستش. من میخوام این موضوع رو یه مقدار کامل کنم و امیدوارم که دوستان بتونن بیان. در موقعیت حاضر ما نیازمند اینیم که پلن داشته باشیم و بدونیم این پلن چیست و چجوری عمل کنیم. خب بریم جلو. در کسب و کارهای سنتی، یعنی قدیم، قبل از اینکه اینترنت بیاد و اینجور چیزا بیاد، من میگفتم من این کارم، یعنی میژنم مشخص بود. اما در الان حال حاضر باید بگم مدل من چیه. مدل من وقتی عصر اینترنت اومده، اون مدلی که کار میکنه مهم نیستش که من حضور داشته باشم یا حضور نداشته باشم. وقتی من یه مدلی رو میذارم و بیس میچینم و طراحی میکنم، اون مدل خودش کار میکنه، دیگه لازم به حضور فیزیکی من نیست. قدیم حتما بقاله باید باشه، نمیدونم چیزه باید باشه و همه این اتفاقا بیفته. اما در عصر حاضر در واقع این بیزینس مدلی که کار میکنه. پس بیزینس پلن زیر مجموعهش میشه بیزینس مدل. و وقتی که ما در مورد یک کسب و کار صحبت میکنیم، در واقع در مورد مزیت‌های رقابتی اون کسب و کار صحبت میکنیم. تولید ارزش یا ثروتی که ایجاد میکنه، چه شکلی این تولید ثروت میکنه، منافعی که ایجاد میکنه و ارزشی که ایجاد میکنه چه. اینجا تو این لایف خیلی ارزش گفتم، برای همین میخوام ارزش رو یه توضیح کوتاهی به شما بدم، شاید بدونیم ارزش چیه و به همین خاطر میخوام ارزش رو به شما. ارزش یک نسبتیه، یک کسریه، بالاش مطلوبیت قرار میگیره، کیف، حال، اون چیزی که من لذت میبرم نسبت به قیمتی که براش پرداخت میکنم. مثلا ما میگیم آقا انقلاب یا چه میدونم هر چیزی که هستش، براندازی هر چیزی، یه ارزشه، یه کار ارزشمندیه. چرا ارزشمنده؟ مطلوبیت آزادی، آن چیزی که به دست میارم انقدی هست، اون کیف برای من انقدر زیاد هست که حاضرم براش قیمت بپردازم. خب اما در یه جایی وقتی ما این ارزشو میبینیم به یه دوراهی میرسیم. یه جا میگیم میارزه، یه جا میگیم نمیارزه. وقتی میگیم میارزه یعنی کاری که داریم میکنیم درسته، اون مطلوبیت نسبت به قیمتی که میدیم درسته. اما یه جا میگیم نمیارزه. کجا میگیم نمیارزه؟ میگیم آقا آن مطلوبیتی که میخواستم به دست بیارم از روش دیگه‌ای میشد به دست آورد با قیمت کمتر. پس این ارزش، این کسر، اون جواب رو نمیده، اون خروجی رو به من نمیده، بنفیت به کاستش برای من اندازه درست نداره. اما نکته مهمش اینجاست که کی من متوجه میشم که یه چیزی میارزه یا یه چیزی نمیارزه؟ در مقام مقایسه. و چه زمانی من موفق میشم بتونم مقایسه کنم؟ وقتی که دوتا چیز رو در کفه‌های دوتا ترازوی خودم داشته باشم. یه جا هست شرایط حاضر که همه دارن فعالیت بکنن، میگن آی بریزی بیرون فلان، الان هم دوستان می‌نویسن این گرفته شد اون گرفته شد. یه جایی دیگه میگه آقا من پلن دارم، برنامه دارم، زمانبندی دارم، 20 روزه میتونم یه کاری رو بکنم. این فضای مقایسه اگر برای مردم ایجاد بشه، فضای ایجاد بشه که مردم بتونن مقایسه کنن، اون وقت میرن ارزش بیشتر رو به ارزش کمتر ترجیح میدن. ارزش هم گفتم مطلوبیت، اون مطلوبیت آزادی همیشه مساویه، اون قیمتی که براش میپردازیم خیلی مهمه. من چه قیمتی دارم میپردازم؟ 500 تا کشته تا الان، این همه آشوب، این همه دستگیری، این همه جوون، دختر، پسر، تمام خطوط قرمز رو رد کردن بابت چه ارزشی؟ برای مطلوبیت آزادی عالی، مطلوبیت آزادی باید انجام بشه. آیا باید اینقدر قیمت بپردازیم؟ آیا میشه راه دیگه ای داشت؟ لیدر ریستارت نه پول خواست، نه به قول معروف مالی خواست، نگفت من نمیدونم اینجوری هم، نگفت من میخوام غنیمتی بر من تقسیم بشه، هیچی نگفت.
بابا مسلمون آیه قرآن داری میگه و جاء، سوره یاسین میگه و جاء رجل اقصى من مدینه، تو یه مردی از یه جایی اومد گفت آقا این که از شما هیچی نمیخواد، پس چرا به حرفش گوش نمیدین؟ این همه سانسور و بایکوت و فلان و اینا برای چیه؟ از سال 96 طبق آماری که خودم نوشتم، نمیگم بقیه، 5000 بار فراخوان دادن، فراخوانای چرت و پرت. الان هم که هر چیزی رو دارن همینجوری تکرار میکنن. چالش رنگ ریستارت داره تکرار میشه، چالش آتیش داره تکرار میشه. خوبه، مزایا داره. ما الان دفترچه‌مون رو گرفتیم دستمون، داریم تیک میزنیم، تیک 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 تیک، انگار که من رفتم با اپلیکیشنم یه تو رستوران یه چیزی سفارش دادم، میرم میشینم پای میز، اون به قول معروف سرونتش، اون کسی که گارسونه، میاد برای من اون غذاها رو میذاره. حالا همه این غذاها رو میز من هست. یه ذره خردمون رو به کار بندازیم، یه ذره فکر کنیم. ما چند تا چیز متاسفانه اتفاق افتاده و رژیم بسیار خوب عمل کرده. من فکر بکنم اینجا یه چیزی که رژیم خوب عمل کرده رو بگم، چون فکر بکنم که ما بیزینس پلن رو باید چندین جلسه بذاریم و در واقع در مورد بیزینس پلن ما بتونیم صحبت کنیم. اما در مورد من برگردم توی چیزی، یه لحظه به من اجازه بدین، من چجوری میتونم برگردم؟ آقا توی یه چند ثانیه به من اجازه بدین. آقا ببینید، رژیم یه کاری کرده و این کار رو من بارها گفتم و میبینیم که همچنان این آموزش‌های در واقع این چند ساله اخیره متاسفانه، بارها گفتم فیلم هندیامونو خاموش کنیم، این که پا برهنگان نمیدونم قیام کردن و دودمان فلان رو، این آخرین سکانس فیلمه. این فیلم کارگردان داره، تهیه کننده داره و همه این چیزا هست. هیچ چیزی در دنیا اتفاقی نیست. اگر فکر میکنید کسی اومد گفت این جریان لیدر نداره، سخت در اشتباهی. لیدرش از مردم نیست، کسای دیگه‌ای. همین بیزینس پلنی که الان من دارم خدمت شما این لایو رو میذارم، کسای دیگه‌ای اومدن و این کار رو دارن انجام میدن و ماها بازیگرا و پاپتای این بازیم. مردم بیچاره مظلوم ایران میشن دست، به قول معروف بازیچه های دست اونا. اما آموزه هایی که رژیم در 43 سال گذشته در پوست و گوشت و خون و استخون ما کرده، یک، و این شده فرهنگ ما، یک، فرهنگ شهادت طلبی برای دیگران. شهادت، شهید شدن خیلی عالیه، شهید شو، شهید عالیه، شهیدان زندن، الله اکبر. اما برای کی؟ برای همسایه. من نه، من بذار تو همین خارج بشینم، موهام فرفریه، خودم نازم و هیچ کاری هم نمی کنم. میرم با اینو اون جلسه میذارم، تو برو شهید تو بشو، تو بچت بمیره، من خونشو نی بزنم شروع کنم خوردم. و پس فرهنگ شهادت طلبی برای بقیه. دوم، تلاش برای استفاده از احساسات و سوار شدن روی موج احساسات. ما مردم ایران بسیار احساسیم، بسیار احساسیم. همین فوتبال رو دیدین؟ تو همین فوتبال 6 تا خورد، افتضاح، با بدترین شکست ایران، نه تو جام جهانی، در کل عمرش از بد و فوتبال. یه دور 7-1 به آسرون باختیم، اونم یه بازی دوستانه توی یه بازی ملی واقعی با یه تیم ملی، این بدترین شکست ایران. و چرا اینجوری شد؟ چون روحیه‌شون رو باخته بودن، چون تمرکز نداشت. شما ها آدمای احساساتی هستیم. شما والیبال ایران نگاه کن، اون جاهایی که احساسی میشه همه میگن غیرتی شدن، غیرتی شدن، یهویی میبینی میزنه همه رو میبره. پس ماها یه صفتی داریم، اون کسی که داره پلن میریزه، اون انگلیسیه، MI6 آمریکاییه، نمیدونم اینا، همه میدونن ما چه صفتی داریم. پس روی این دارن مانور میدن. پس سوار شدن رو موج احساسات. رهبر من آن طفل 13 ساله است. این جمله جمله‌ایه که دقیقاً بیای کودک سرباز زمان جنگ و الانم بچه‌هایی که می‌بینی، میگه آقا چه می‌دونم با جوجه‌ها نشسته در آشیانه چه کار می‌کنی. به همین راحتی
رسمن دارن بزرگترین جنایت در حقوق کودکان دارن انجام میدن با هول دادن. نزدیک 30 روز تموم تو کلاب هاست تایتل میزدن بچه های دهه 90 وسط خیابونن و خجالت هم نمیکشیدن، یک ذره شرم و حیا نداشتن که آقا بچه یه under age که عقلش نمیرسه، نه اینکه عقلش نمیرسه یا عقلش میرسه، اصلا این رشد نکرده، تو چه انتظاری از این داری؟ مثل همون رهبر 13 ساله است که حاجی هول نده. سومیش فرهنگ مدیریت جهادی، راه بینداز جاه بینداز، راه بینداز جاه بینداز، برو برو یا علی عدال بریم. و خیلی جالبه کسایی که دارن اینو پروموت میکنن همشون تو خارج از کشور نشستن، یه نامه میخوان بنویسن، یه نامه میخوان بنویسن، اول مایند مپ میکشن همین خارجی ها. تو زندگی روزمره شون یارو میخواد یه دونه نامه سخطی ایمیل بزنه 4 تا برگه سیاه میکنه، 2 روز فکر میکنه که این نامه رو چجوری بزنم، بعد به همین راحتی برو را بنداز جا بنداز بریزه بیرون، اینجا ریختم بیرون اونجا ریختم بیرون. نتیجه ثمره. سوم مهر ماه لیدر گفت بیزینس پلنتون رو بیارید من فرمان بدم، فراخوان بدم که ریستارتیا بیان. ندارید. بیزینس پلنتون اینه که بکشیم مردمو. و چقدر جالبه که تو زمین رژیم داری بازی میکنی. اون از قندیه میگه آقا 200,000 تا کشته بده، اینا هم میگن باشه میدیم. فرهنگ عدم پذیرش چهارمیش، اینا فرهنگایی که رژیم درست کرده و همه دارن گوش میدن، فرهنگ عدم پذیرش مسئولیت اعمال و افکار و گفتار، فرار رو به جلو، هر اشتباهی که میکنیم نپذیریم. من نبودم به من چه، دختره رو تو گشت ارشاد گرفت نه پیش زمینه داشت، حالا چه این ورش چه اون ورش، چه اپوزیسیونه چه مردم. آقا اولین شرط اینه که من بگم من اشتباه کردم، اولین شرط اینه که آقا من فهمیدم اشتباه کردم، حالا میخوام از اشتباهم درس یاد بگیرم، نه اینکه بپرم برم جلو مسئولیتمو نپذیرم. حرفی که میزنم فحش دادم، حالا که چی، حالا فحش دادم که دادم، حالا اب نداره، حالا این دفعه فحش دادم، نه فحش دادی. گفتارت مسئول افکارت اعمالت نیستی، چجوری میخوای روی خود رو تو حساب کن. 5 فرهنگ بی برنامه بودن، از اینجا میخوام حرفا شروع بشه. فرهنگ بی برنامه بودن، عدم نگاه بلند مدت، عدم خردگرایی و عقلگرایی، فرهنگ تعطیلی عقل و کاسه همیشگی چه کنم چه کنم، و از این ستون به اون ستون فرجه، حالا بذار الان رد شه، حالا بذار امروز بگذره. این فرهنگ شما اینو در رژیم میبینی، در مدیراش میبینی، در تمام ساختار ذره ذره آدم ها میبینی و میبینی تک تک آدم ها دارن همینجوری عمل میکنن. حالا اگر من یا ریستارت یا لیدر ریستارت میاد میگه آقا یه ذره فکر کن، برای شما شوکه میشید، میگی وای چرا من فکر کنم؟ کارتون پاتریک و این چیز بود، باب اسفنجی، باب اسفنجی به پاتریک میگفت پاتریک یه ذره فکر کن، اون ستاره بود، ستاره دریاییه، میگفت نمیتونم فکر کنم، فکر کردن درد داره. خب الان فکر کردن دردش از درد گلوله بیشتره. ببین دلسوزی مثل لیدر ریستارت اومده اینا رو گفته، یه بزرگ یه صوفی من ازش شنیدم میگه اره دره دره بکن تا جون دره. اگر یه نفر داره میگه آقا نرو یه وری، یه کاری رو انجام نده، نه اینکه نمیخواد تو آزاد بشی، نمیخواد تو خوشبخت بشی، اتفاقا خوب تو میخواد، میگه فکر کن بعد بکن. ولی چیکار میکنن؟ هیچ وقت همچی کاری رو نمیکنن، نه فکر نه هیچی، فکر تعطیل، ذهن تعطیل، همه چی تعطیل، فقط بکن. چرا؟ به خاطر اینکه مردم عزیز ایران، هموطن عزیزم، شما فکر نمی کنی ولی دارن جات فکر می کنن. شما فکر می کنی که فکر می کنی ولی الان یه سری آدم ها و گروه ها نشستن جایی تو دارن فکر می کنن. اگر ما گفتیم تظاهرات بیشتر از 40 روز بشه میشه جنگ داخلی، اختشاش و همه چی، اگر لیدر ریستارت بیزینس پلن داد و گفت اینجوری باید انجام بدیم،
اگر همه این اتفاق افتاد، دلیلش این نیستش که شما میدونی، یعنی مثلا آقا لیدر ریستارت برنامه داره، لیدر ریستارت پلن داره، میگه باید از کویکلی از پاسیبل، یعنی سریع ترین حالت ممکن مدل داده، بلیت سرعت، همه چیشم آماده است، گارد ویژش آماده است، وندتاش آمادن، همه کاراش تو این مدت انجام داده. 6 سال عقبین، معوقین آقایون اپوزیسیون و تفلک مردم ایران. انقدر گریه کردم دیگه کاسه این قدای اشکم دیگه کار نمیکنه. هی فیلم دیدیم، هی تصویر دیدیم، یکی مرد، یه بچه رو زدن، یه دختر رو زدن، یه جوون رو زدن، دانشگاه رو زدن، ریختن تو دانشگاه این کارو کردن. تهش بخواد به کجا برسه؟ به من بگی تهش به کجا میرسه؟ فروپاشی؟ خب اینه که گفته بودیم فروپاشی. قراره به کجا برسیم؟ برگردیم به سر بیزینس پلنمون. بیزینس پلن باید اکستند بشه، یعنی قابلیت گسترش داشته باشه. تو بیزینس پلن مدل کسب و کار اکسپند بشه، یعنی بشه ادامه دار بشه و بشه گسترشش داد. راهی برای خروج داشته باشه، خروج کارآفرینانه داشته باشم و بتونم چیز کنم، بتونم در واقع انجامش بدم، اجرایش کنم. به هر روی در خصوص ویژگی های لیدر گفتم باز به شما، بریم یه ذره جلوتر، چون این مطلبی که دارم به شما میگم واقعا شاید بگم نزدیک 10 تا 12 ساعت دوره آموزشیه تا بتونیم یه بیزینس پلن رو بفهمیم مثلا از کجا میاد و من باید چه کارایی بکنم در مورد مارکتم و بقیه چیزم. اما یه چیزی رو بگم به شما، چون این رو هم پست کردم، 2-3 عکس پست کردم، لازم نیست خیلی چیز کنیم، رو همون عکسا بریم جلو. ببین وقتی یه بیزینس پلن داریم ما باید چند تا چیز رو در نظر بگیریم. یک، اون اگر ما سیاست یه نوع صنعت بدونیم و یه نوع کسب و کار بدونیم، من باید بدونم که در واقع بک‌گراندش چیه و بتونم فیوچر استادی کنم. فیوچر استادی یعنی چی؟ یعنی آینده پژوهی. لیدر ریستارت میگه آقا من پیش بینی میکنم، من میگم این اتفاق میفته و این اتفاق میفته، و وقتی که داره آینده پژوهی میکنه از اون بالا کسی نیومده بهش چیزی بگه، های نکشیده، اجنه نیومدن بگم بهش، نه، یه آدم باهوش داره آنالیز میکنه، لابلای خطوط رو میخونه و با خوندن لابلای خطوط فقط بتونی من 4 تا چیز رو با هم دیگه آنالیز کنم، میتونم اینا رو با هم دیگه کراس، یعنی محل تقاطعشون رو پیدا کنم و بفهمم این داره کی داره راست میگه. برای این من اول یه لیدرشپ میخوام، منیجمنت لیدرشپ میخوام، بعد انوایرمنت آنالیز کنم، یعنی باید بفهمم آقا محیط هم چیه. حالا محیط اطرافم میتونه محیط اطراف چیز باشه، میتونه محیطی باشه که من بتونم اینو آنالیزش کنم. رقبامو باید بدونم، رقیب من کیه؟ من اپوزیسیون رژیمم، پس رقیب من رژیمم، من باید اونو بتونم خوب آنالیز کنم ببینم وضع موجودش چیه. مارکت پلن باید داشته باشم، باید بدونم مارکت تارگت مارکت من کیان، سگمنتام کیان. لیدر تو برنامهش گفت بچه ها هن، زن ها هن، مرد ها هن، پیر مرد ها هن. من باید تارگت داشته باشم، کی تارگت منه، مذهبی هست، غیر مذهبی هست، کجا رو من تارگت قرار دادم. به قول معروف اپریشن پلن داشته باشم، برنامه اجرای عملیاتی داشته باشم، فاینانشیال پلن داشته باشم، بدونم برای مالیش باید چیکار کنم. بعدش هم تجزیه تحلیل فرصت، قدرت، تهدید، ضعف، معروف به سوات، SWOT. این چیه؟ من باید ببینم کجاها قدرت دارم، کجاها نقاط قوت منه، کجاها نقاط ضعف منه، کجاها برای من ایجاد فرصت میکنه و کجاها چه کسانی یا چه محیطایی منو تهدید میکنه. لیدری باهوشه، پلنی درست درمونه که بتونه تعادل بین اطلاعات کمی و کیفی رو داشته باشه، بهش میگن بالانس باشه. یه مدلی هست توی برنامه‌ریزی استراتژیک بهش میگن بالانس اسکور کارت. اینو باز کنم به شما تا بریم سراغ مارکت پلن.
تو بالانس اسکور کارت توی مدل کسب و کار میگه آقا هدف چیه؟ همه کسب و کارها برای درآمد دارن کار میکنن. این بله. قدیم این شکلی بود. شکاف مگس، شکاف به قول ما درجه، پوک مگسک زیر خال هدف شلیک میکرد. الان اومدن دوربین گذاشتن، نگاه شده 360 درجه. یعنی من همه جا رو میتونم ببینم، لازم نیست حتما توک مگسک باشه. اما این دوربینه چیه؟ میگه ابعاد داره، دایمنشن داره. من برای رسیدن به مالی، به بخش مالیم، حالا اگه هدف اصلی مالی باشه، هر هدفی که داشته باشم، الان مالی توی بیزینسه، توی سیاست میشه هدف مثلا براندازی موفقیت در سیاست، اولین چیزی که نیاز دارم مشتریه. مشتری منه که من باید بدونم مشتریای من چه مشخصاتی دارن. مشتری منه که در واقع به من پول میده. اما این مشتری پسر خالم که نیستش که. این مشتری نیازمند داشتن یه محصوله، به خاطر اون محصول یا خدمت میاد سراغ من. پس بعد من بهش دیتا بدم، بهش یه سری اینفورمیشن بدم. و این اینفورمیشن ها از کجا میاد؟ از یک بکراند مطالعاتی آرندی قوی که بیای یه فلسفه بزرگی که اون فلسفه رو بگی، محصولی رو ارائه کنی، این محصول رو مشتری ببینه تا بتونی به اون هدفت برسی. بالانس سکور کارت مدلش اینه. حالا این ابعاد میتونه زیادتر هم بشه. تک تک این صحبتایی که دارم میکنم نظیر به نظیرش در اپوزیسیون ریستارت و فعالیت های لیدر محترم ریستارت سید محمد حسینی هست. ایشون لایقه، حداقل من میتونم بگم دو تا چیز لایقشه، نوبل فیزیک و نوبل صلح جهانی. ایشون 100% تنها کسیه که لیاقت دریافت نوبل صلح جهانی داره. این آدم به قدری باهوشه که تمام اینا رو داره انجام میده. اما بریم سراغ مشتری. مشتری یعنی چی؟ یعنی من مارکت پلنی که دارم میگم آنالیز کنم مشتریمو، که آقا مشتریم زن باشه، مرد باشه، میزان درآمدش چقدر، کجاست، چه شکلی داره کار میکنه، در فضای سیاسی من تارگتم کیه. بذاریم من اینو بازش کنم. 85 میلیون ایرانی داریم. این 85 میلیون ایرانی طبق تمام استیمیت ها و فلان اینا 83 میلیونشون میخوان رژیم بره. خب اینا که میخوان رژیم بره، من آیا باید برای اونا برنامه‌ریزی کنم؟ کی جلوی اینا وایساده؟ دو مدل آدم، مزدور و دومیش کیه؟ دومیش ایدئولوژی، آدمایی که دوگمن بستن مغزشون رو، نمیشنون. پس اگر کسی اومد گفت بیزینس پلن، بگو مارکتت چیه؟ رو کی داری سرمایه گذاری میکنی؟ زنا. زنا که اصلا میخواستن برن، اینا که این وره بازی هن. تو میخوای زنها رو بکشی. تو دنبال این نیستی که آزادیه رو بدی، تو دنبال اینی که هزینه بتراشی. چرا؟ وقتی هزینه تراشیدی فردا به راحتی تو رو قبولت کنن، کسی نتونه به تو ایراد بگیره، تا حرف بزنی بگی آهای ما کشته دادیم. تو بیخردی خودت و مارموزی خودت رو که میخوای مردم رو نابود کنی، فردا سوارشون بشی، میندازی به حساب این که در واقع من پلن، من مثلا دارم آزادی میکنم. بی پلنی، بی برنامه‌ای، بی خردی، راحت دارم میگم اینا، نه بی ادبیه نه چیزی. هر کسی برگشت گفتش که نه ما نمیدونم خیلی فکر کردیم، مردم فلانه، بعد همه هم میشینن مردم نون ندارم بخورم، چرا باید فکر کنم؟ تا دو سال پیش، تا یک سال پیش همه میگفتن مردم نون ندارن بخورن، قیام چیه؟ یه مشکلی رو از نون مردم حل کن. حالا چی شد؟ و وقتی ما بحث از مشتری میکنیم، ببین ماتریس سوات رو خدمتون گفتم، محیط رو به شما گفتم، پس سگمنت مشتری من این 2 میلیون آدم هست. من باید رو ایدئولوژی اونا یه کاری کنم، یا باید فلسفه بالاتری رو بیارم، یا نشونشون بدم اینا مغز توهی هست. من باید اونجا رو بشکنم. اون کار سخته که هیچ که اقدام نمی کنه. تنها کسی که باز اقدام کرد لیدر ریستارت. اما در خصوص اپوزیسیون ریستارت بگم که چه مدلی داره. حداقل من اون چیزی که برداشت کردم، من نه سخنگو هم نه به قول معروف کسی هم، من یه طرفدار اپوزیسیون ریستارت، من اینو برداشت کردم و برداشت خودم از تحصیلات خودم، از چیزایی که یاد گرفتم دارم خدمت شما ارائه میدم.
لیدر ریستارت یکی از معجزاتی که انجام داد در علم مدیریت، شاید بگم اولین بار تو طول تاریخ اتفاق افتاد، اولین اپوزیسیونی رو درست کرد با این جمعیت وسیع که ساختار سازمانیش فلته، هیچ کی بالاتر نیست، همه با هم دیگه برابرن. ما سیستم هرمی الان نمیبینیم، شاید یه روزی شد، ولی تا الان تو 6 سال گذشته همه با هم برابرن، هیچ کی بالاتر نیست. مثال بزنم، توی دوره تکاور تو ارتش که میرن، یه کدی هست توی مرکز پیاده، دوستانی که رفتن دیدن میدونن، مرکز پیاده شیراز باختخت، توی اونجا دانشجوهایی که دانشگاه افسری میرن، اونا همه درجه هاشونو میکنن، تو اونجا بی درجه ای، هیچکی نه قبطه داره نه نمیدونم سال چهاریه سال سهیه، هیچکی نیست، اونجا همه با هم برابرن. و توی اونجا وقتی همه با هم برابرن، دیگه بحث احترام گذاشتن، همه یه احترامو دارن، همه هم باید یک مسئولیت انجام بدن. و فاینانشیال پلن، لیدر ریستارت انقدر باهوش بود و از هوش خودش، وقتی من پول ندارم، وقتی من بودجه مالی ندارم، نمیخوام خودم رو وابسته جایی کنم، استقلال خودم رو میخوام حفظ کنم، شرف خودم رو میخوام حفظ کنم، پلنم رو طوری میچینم که به جای استفاده 100% از توان خودم، از 1% از توان 100 نفر آدم استفاده کنم. این جمله مال رابرت کیوساکیه. و با این سیستم فلتی که درست کرد، این موج عظیم و این همه افتخار رو تو تمام فضای مجازی و فضای چیز راه انداخت. شما تو یک سال گذشته، دوستان خیلی هاشون تو کلاب هاست نبودن، ولی تو یک سال گذشته نشد لیدر برنامه‌ای بره، کلاب هاست دو سه هفته و یک ماه درگیر اون برنامه نشد. سعید امامی اومد، طالاقانی اومد، نمیدونم هر چیزی رو که گفت، گریت ریست رو گفت، بحث کودتای جهانی رو گفت، بحث بردهداری رو گفت، همه جا پر شد. یعنی نشد که ایشون حرفی بزنه و بقیه عمل نکنن، اجرا نکنن. آقا من اگه میگم، یعنی مثال دارم میزنم، من اگه میگم آقا مثلا فلان کار باید انجام بشه، بعد همه انجام میدن، فقط اینجا میگن که نه، ما کاری که تو میگی ما انجام نمیدیم، ولی همون کارو میکنن. خب یعنی چی؟ کس دیگه ای الان وجود نداره که نقش بازی کنه و به قول معروف این پلن و این بیزینس مدل رو داشته باشه. توضیحات خیلی زیاده، یعنی من بخوام بازش کنم، گفتم این چند ساعت نیاز داره که چیز کنم و بستش بدم و گسترشش بدم، چون یه صحبتی که لیدر کرده به نام بیزینس پلن، شاید بگم، گفتم دیگه، ساعتها نیازمند اینه که در موردش صحبت بشه. بیزینس پلن معمولا دارای یک خلاصه مدیریتی اگزیکیتیو سامری، به همین خاطر وقتی مثلا لیدر میاد تو برنامه اوورلوک، اون یه اگزیکیوتیو سامریه و میاد یه برنامه میده، برای همین میگی که دوستان برید شب بخیر ایرانا، طلوع امپراتوری کوروشا رو همه رو گوش کنید. شما از یه خلاصه یا چکیده یه مقاله نمیتونی بفهمی تو مقاله یا کتاب چیه، شما از دیباچه یه کتاب نمیتونی بفهمی کل کتاب چیه، یه برداشتی میتونی بکنی اما نمیتونی بفهمی. یه میژن استیتمنت داریم. یعنی چی؟ یعنی من مأموریتم چیه؟ لیدر گفته من مأموریتم اینه که امپراتوری پرشیا رو بیارم و مأموریتش اینه که ایران رو تبدیلش کنه به امپراتوری مدل یا فرم امپراتوریست در مدل آریستوکراسی. اینجا بگم ثبت بشه، کسی نیاد بگه آریستوکراسی یعنی اشراف سالاری، نه، یعنی فیلسوف شاهی، یعنی کسانی که خردمندن و با شرفن. با شرفم معنی داره و شرف یعنی این که من از خودگذشتگی کنم، ایثار داشته باشم، جایی که مال خودمه به نفع من قرار انجام بشه اونو بیخیال شم. اگر در شرایط مساوی دو نفر آدم با دو تا کوالیفیکیشن مساوی قرار داشتن، من مدیر بودم باید پیک میکردم، اگه این ور داداشم رفیقم بود اینو انتخاب نکنم. زمانی که از خودم گذشتم، اگه یه جایگاهی بود گفتن آقا به شما پیشنهاد میکنیم، یه نفر دیگه بود همسط شما بود، شما گفتیم من نمیخوام، این یعنی با شرافتی.
این یعنی که من شرف دارم. کمپانی بکراند اینجا گفته، اما باید بگیم که پولیتیک بکراند، باید ببینیم آدم ها بکراندشون چی بوده. من نمیتونم بدون بکراند بقیه رو در نظر گرفتن بگم خب حالا اومده دیگه. خیلی هم درسته، خیلی هم میگن آقا بکراند آدم ها رو ببینیم. خب بکراندش رو ببینیم. اگه یکی به لیدر ریستارت میزنی میگی قبلا تو تلویزیون بوده، خب بکراند بقیه رو هم ببین. آیا از لیدر ریستارت دزدی، نمیدونم مال مردم خوری، ناموس دزدی، هر چیز دیگه ای دیدید؟ ندیدید، نیست. بیار سند رو کن. ولی بقیه هم برو نگاه کن دیگه آقا، یه طرفه که نیستش که. اگه نمیخوای گوش کنی پنبه تو گوشته و میخوای مردم رو به کشتن بدی، خب داری میکنی دیگه. اره دره دره بکن تا جونت دره، تو هم میشی جزو همونا. پروداکت یا سرویس دیسکریپشن، یعنی من باید پروداکتم یا محصولم این چیزش باشه، توضیحاتش باشه که آقا این چیست، من دارم چی کار میکنم. اصلا این مدل آریستوکراسی رو لیدر ریستارت تو 17 برنامه توضیح داده، گفته ما هدفمون اینه، بیزینس پلنمون اینه، میخوایم این آریستوکراسی رو بیاریم، آزادی اسلحه باشه. الان وسط خیابون همه میگن ای کاش اسلحه داشتیم، اگه اسلحه داشتیم کسی جرئت نمیکرد به ما تیر بزنه، اگه اسلحه آزاد بود کسی جرئت نمیکرد بهش تیر بزنه. ای کاش الان میگه حقوق بانوان. لیدر ریستارت 6 سال پیش گفت آقا حقوق بانوان، نه این که من لخشم و لخ بشه از چه تأثیری داره تو جمعیت فیلای جهان. مهم اینه که عزت نفس زن وجود داشته باشه، مهم اینه که من بهش حقوق بدم، مهم اینه که من بهش یه حقی رو بدم، که اصلا پولی رو بدم زن رو قوی کنم. توانمندسازی بانوان باید صورت بگیره. بانوی ما، زن ما، نمیدونم فلان من، نباید به خاطر نداری بره زن دومی یه نفر بشه، برعکس باید بشه. خب اینا هست دیگه. میگیم کودکان نباید برن تو اماکن مذهبی، شستشوی مغزی میشن، این تجاوزه. ولی کی گوش میده؟ برنامه های طلوع امپراتوری کوروش، بیزینس پلن سید محمد حسینی در مورد اینه که اپوزیسیون ریستارت چی میخواد بگه. تو همون برنامه بیزینس پلن میگه من برنامه عرفانی دادم، بیزینس پلن خودشناسیتون رو دادم، گفتم اون فلسفه توی مدل بالانس اسکورکارد براتون توضیح دادم، یه فلسفه قوی باید بشه. اونجا اونو گفت، توی این پایین برگشت گفتش که بیزینس پلن خودش چیه، برای مشتری ها توضیح داد که آقا کیا بودن بتونه انتخاب کن، و تارگت رژیم چنج، رژیم هرچی اسمشو بخواد، فقط این رژیم بره. این یه دونه رو همه میفهمن رژیم بره، ولی نمیدونن چه جوری. یه خشت خامم بذارید درش، بلدید دیگه بکنید. مارکتینگ پلان باید بفهمی کدوم بخش بازار، اون 2 میلیون ایدئولوگ رو باید چه جوری باش برخورد کنی. اون 2 میلیون ایدئولوگ نارنجک میبنده به کمرش، خودش رو منفجر میکنه، اون حرکت انتحاری انجام میده. اونو باید چه شکلی روشنش کنی؟ لیدر ریستارت وقتی گفت آقا شهید چیز کدو ندیده ای، چیز یونجه ای، دقیقا همینه. اون باید این براش جا بیفته که آقا این شهادت یعنی چی؟ اصلا شهادت معنی نداره اینجوری، این اصلا شهادت نیستش که. بعد رقبا رو بشناسی، کمپتیتور آنالیز، یعنی من بدونم آقا رقبام کیان، رژیم کیه، رژیم داره چه شکلی عمل میکنه، بتونم تحلیلش کنم. و کسای دیگه که میگن اپوزیسیون لیدر ریستارت باز کرد شب بخیر ایران، هیچ کدوم از اینا واقعا هدفشون براندازی رژیم نیست، نونشون قطع میشه. ماتریس سواتو گفتم، برنامه عملیاتی اجرایی. الان میگن آقا اگر این تظاهرات بخوابه چی اتفاق میفته؟ لیدر ریستارت فرمان بده 10 روزه 10 برابر این چیزی که داریم میبینی تظاهرات ایجاد میشه. محل محور امضای ریستارت پاشه، هر کی گفت محل محور داریم عمل میکنیم، امضای سید محمد حسینی پاشه. تک تک این چالشه امضا داره، هیچکی نیستش که بگه من خودم فکر کردم این کارو کردم، نه دونه دونه چالشه امضا داره،
اگه دارین ادا در میارین حداقل بیاین بپرسین درست انجام بدید. با این دوربینا و فلان اینا چی کار میخوای بکنه؟ همین امروز تلویزیون کانال یک گذاشته بود فیلمایی که ملت داشتن کار میکردن و عکسا رو میذاشت. و مهمترین بخش قضیه تایملاینه و ابزاری که من میخوام. من برای اپریشنم چه ابزاری لازم دارم؟ کسی میاد بگه ابزار من چیه؟ سید محمد حسینی همه چیو داره، فقط میگه یه چیز کم دارم. اولا اینقدر بی‌معرفتی شماهایی که ادعا میکنین من میخوام رژیمو چنج کنم، خب این پتانسیل اینجا خوابیده، چرا نمیایین سراغش؟ دوم، رسانه ابزار سید محمد حسینی. سید محمد حسینی مکانیک که نبوده که، مجری بوده، شومن بوده، رسانه میتونه خودش نشون بده. یه خلبانو من بیارم ببرم بذارمش توی مثلا چه میدونم خلبان دیگه، پایلوت فقط میتونه هواپیما رو بلند کنه و خیلی هم قویه، ولی من بیام این خلبانو بیارم بذارمش مثلا آشپزی کنه، خب نمیتونه، آشپز نیست. باید ابزار خلبانو بدی بهش تا ببینی کارکردش چه شکلیه، یا ببرمش مثلا بذارم شاید بتونه فوتبال بازی کنه، خیلی کارا ممکنه بتونه بکنه، آدم با استعدادی بشه، اما این تخصصش نیست و نمیتونه روی اون تخصصش عمل نکنه. و مهمترین چیز تایملاینه. اگر کسی برگشت گفت انقلاب از داره تا نداره، نمیتونم این کارو میکنیم، میگیم آخرش چی میشه؟ 500 نفر مردن. این آغازی است برای شروع پایانهای در میان آغازها. این چرت و پرتا یعنی این که بریم بمیریم و ما هم داریم حالمونو میکنیم. برنامه ندارن، بی پلنیه. و بهش میگی آقا برنامه‌تون چیه؟ لیدرتون که سکرته، ما نمیتونیم اسم لیدرهامونو بگیم، ما برنامه‌مون خیلی سکرته. اینجا میفهمی سکرته؟ بعد چیش سکرته؟ تو میخوای بگی چیکار میخوای بکنی دیگه؟ لیدر ریستارت اومده کن، مگه گفتیم برنامه اجرای عملیاتی تو بگو؟ نه، ایده تو بذار رو میز. آقایونی که الان میگن چه میدونم چیه قانون اساسی؟ انقلاب قانون اساسی. آقا حتی این اسمم دزدیدی، ما چالش قانون اساسی داشتیم. بعد از چالش قانون اساسی حالا تو رفتی یا یه جایی کپی کردی آوردی، زنت کمکت کرد، عمرن تو یه خطشو بتونی حتی بخونی بفهمی چی نوشته. زنت دکترا داره کمکت کرد، آره خب زنت دیگه، فلانم که اون بچه داری تو کن. و این که تایملاین باید داشته باشه، این که باید این مدل کامل بست داده بشه، استراتژی ها، راهبرد ها چیه؟ اگر مردم، دوستان، اخویا، برادرها، خواهرها، کوچیکترها، بزرگترها، من کوچیک همتونم، به عنوان یه فرد بهتون میگم این تا لیدر نداشته باشی، تا زمانی که پلن نداشته باشی به هیچ جایی نمیرسی. این راه که تو میروی به نمیدونم ناکجا آباد است. جز مردن، جز خون گریه کردن ما یه چیز دیگه ای نیست. قبلا هم همه اینا گفته شده. برای اینکه خردمند بشی 17 ساعت طول امپراتوری کوروش گوش کن، حداقل یه 17 ساعت وقت بذار و دوباره بیرون. تمام این کسایی که خارج نشستن که ادعا میکنید که آی اینجوریه آی اون شکلیه، 80 تا سفارتخونه رو بچه های ریستارت تو چالششون آوردن پایین. یه دونه سفارتخونه به من نشون بدید دست زده باشید بهش، از دمه درش رد شده باشید، گربه دمه درش رو پیشت کرده باشید. نداریم، نداریم. و انقدر سطح خشونت رو بردید بالا، لیدر تو برنامه بازگشت پادشاه گفت انقدر سطح خشونت رو بردید بالا، همه کارهایی که کردید الان تو سبد ریستارته. فقط لیدر ریستارته که تصمیم میگیره. هر وقت گردنتون کج شد اومدید گفتید آقا تو رو خدا بیا نجاتمون بده، اون وقت لیدر ریستارت فرمانشو میده. من دوستان خیلی میگم محتواش زیاده، بحث بیزینس پلن بحث گسترده و خیلی زیادیه. یه 10 دقیقه 5 دقیقه یه بریک میزنیم، دوباره میام یه نیم ساعت با هم صحبت میکنیم و ایشالله اگه فرصت شد این بحث رو باز میکنم. بعد انواع تفکر، تفکر خلاق، خلاقیت چیه، مدلش چیه، چه ابزاری داره، تفکر سیستمی، تفکر استراتژی، تا بفهمیم تفکر خردمندانه یعنی چی، تفکر حکیمانه یعنی چی. و
اینا رو بعد بتونیم چیز کنیم. ممنون که منو گوش دادید، تحمل کردید. میرم یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه برمیگردم، یه نیم ساعتی با هم دیگه هستیم. هر کدوم از دوستان خواستن بیان بالا. دوستتون دارم و یا علی مدد.